Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre le présent continu. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه ای از مجموعه درس های زبان فرانسه با من سحر در Learn and Enjoy خوش اومدید. امروز قرار هست با هم مبحث لو پرزون کنتینو حال استمراری رو یاد بگیریم. درس خیلی 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 کوتاهی هست. اگه واقعا با دقت ببینید مبحث بسیار کوتاه هست و اصلا یادگیریش سخت نیست. فقط قبل اینکه بلد باشیم ممکنه سخت به نظر برسه. پس با دقت تا پایان درس امروز با ما همراه باشید و این درس شیرین و آسون رو به راحتی یاد بگیرید. می دباق. ابونه وو ویت ایسی. کلیک سور لیکون کلوشت پور نو دیرنیر ویدیو. اونی با. لو پرزون کنتینو. زمان حال استمراری. چه زمانی ما از این پرزان استفاده میکنیم؟ Pour insister sur une action en cours qui se déroule au moment où on parle, on utilise le présent progressif. خب، اولا در عنوان تخته دارید میبینید le présent continu و من اینجا گفتم لو پرزان پروگرسیف برای اینکه هر دو اسم این زمان رو بدونید. حال استمراری پرزان کنتینو، کنتینو یعنی ادامه دار، و لو پرزان پروگرسیف هم به معنی همون حال استمراری هست. خب ما از این زمان برای تأکید انسیسته، وقتی میخواییم روی چیزی پافشاری کنیم تأکید کنیم، سور اون اکسیون آنکور، بر روی عملی که در حال روی دادن هست، کیسو دغول اومومان اوم پر، که در زمان در لحظه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم در حال رخ دادن است، از پرزان پروگرسیو و پرزان کنتینیو استفاده می‌کنیم. و اما چجوری پرزان پروگرسیو رو بسازیم؟ خیلی آسون یک فرمول داریم. اون اوتیلیز لو ورب اتر او پرزان پلوس ان تران دو سه فیکس ا انفینیتیو دو ورب. خب برای این ساختار این فرمول ما میشه فعل اتر رو در زمان حال ساده صرف میکنیم جسوی توی ایله ایله اونه نوسوم ووزت ایلسوم ایلسوم. بعد از فعل اتری که به زمان حال ساده صرف شد آن تخندو رو میاریم که یک عبارت ثابت تغییر نمیکنه برای تمام فاعل ها، و بعد انفینیتیف مصدر فعلمونو، حالا گروه اول دوم سوم هرچی که هست، به شکل مصدر میاریم. توی مثال ها بریم ببینیم چجوریه. Je suis en train de manger. Je suis en train de manger. خب فعل اتر داریم، je suis صرف شد، en train de ثابت هست، انفینیتیفمون مانژه هست. Je suis en train de manger یعنی من دارم غذا میخورم، من دارم الان میخورم، در حال غذا خوردن هستم. مثال بعدی Solange est en train de dormir. خب Solange c'est sujet et c'est le verbe être. En train de dormir c'est l'infinitif. یعنی Solange اسم شخصیه، Solange در حال خوابیدن است، یعنی الان خوابیده، در حال حاضر کاری که انجام میده خوابیدنه، بیدار نیست. Ils sont en train de faire leur devoir. خب فعل اتر به شکل سون برای ایل مسکولن پلوریل صرف شده، en train de که ثابت هست، میبینید برای همه فاعل ها جو، سولانج، ایل جم، برای همه en train de ثابت اومده. faire انفینیتیفمونه و بعد بقیه جمله، لزوماً جمله اینجا تموم نمیشه، میتونه ادامه داشته باشه. خب یعنی آنها، اون آقایون یا حالا آقایون و خانم ها با هم در حال انجام دادن تکالیفشان هستن، یعنی همین الان که من دارم حرف میزنم اونام دارن مینویسن. Ils sont en train de faire leur devoir. خب دو تا نکته در مقابل در مورد être en train de هست. نکته اول این که اینجا این علامتی که گذاشتم یعنی توجه کنید. خب جو مانج، ما پرزان دو لندیکاتیف رو میتونیم با معنی پرزان کنتینیو به کار ببریم.
یعنی من میتونم برای حال، برای همین الان میخوام بگم دارم غذا میخورم، یا بگم je suis en train de manger، من دارم غذا میخورم. میتونم پرزان دو لندیکاتیف یعنی همون حال ساده رو به کار ببرم، بگم je mange، دارم غذا میخورم. پس حال ساده رو میتوانیم به جای حال استمراری به کار ببریم. اما نکته مهم اینجاست، هیچ وقت هرگز جمع نمیتونید اتر انتراندو رو برای عملی که تکرار میشه، عادت هست، روزانه، روزمره هست به کار ببریم. یعنی برعکسش اصلا نمیتونه اتفاق بیفته. یعنی شما میتونید بگید je mange au restaurant tout le weekend، من همه آخر هفته ها تو رستوران غذا میخورم، ولی هیچ وقت نمیتونید برای این کاری که هر هفته تکرار میشه بگید je suis en train de manger. این je suis en train de manger فقط مال الانه. Je suis en train maintenant, je suis en train de manger. Maintenant, je suis en train d'enseigner le français. الان من در حال درس دادن فرانسه هستم. Maintenant, vous êtes en train d'apprendre le français. الان شما در حال یادگیری فرانسه هستید. خب این شد نکته اول. و اما نکته دوم، en train de n'a rien à voir avec le moyen de transport, le train. این اصطلاح en train de هیچ ربطی، هیچ ارتباطی با وسیله نقلیه قطار که همون ترن هست، لو ترن، نداره. این یک عبارته و فقط استمرار رو نشون میده. ولی لو ترن ست موین دو ترانسپور، کلمه لو ترن که مسکولن هست، وسیله نقلیه هست. جو ویاژ آن ترن، من با قطار سفر میکنم، ولی میتونم بگم je suis en train de voyager، من الان در حال سفر کردن هستم. پس این هم مطلب دومی که در مورد être en train de باید بدونید. و اما در پایان درس یه تعدادی تمرین دارید که باید جملاتی که دارید رو به présent continu برگردونید و بازنویسی کنید. حتما انجام بدید که این درس رو هم به طور کامل یاد بگیرید. خب دوستان عزیزم، درس امروز هم به پایان رسید. باز هم تاکید میکنم فراموش نکنید تمرین های درس رو حتما حل کنید و پاسخ اونها رو در جلسه آینده میتونید ببینید یا در کامنت ها برای من پاسخ ها رو بذارید و اگر سوالی، پرسشی، نظر، پیشنهاد، انتقاد، هر چی که هست توی کامنت ها بذارید. لایک فراموش نشه و ما رو در شبکه های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید و کانال ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.